سلام سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به کانال مسعود پانیشر. امروز یه ویدیو با یه کلاس گنگ آوردم براتون که الان به جرئت میتونم بگم چند روزی دارم استفاده میکنم، بهترین کلاس بازیه. یعنی میتونین باش واقعا هم کاور تیمتون باشین، هم کاری کنین نمیرین، هم راشوی خیلی سگی بدین. یعنی تنها کلاسیه که هم میشه هجومی باش بازی کرد، هم میشه دفاعی باش بازی کرد، هم میشه یه کاری بکنی. اصلا واقعا خیلی کلاس سمیه رفقا. بعد قبلا رفقا این کلاس باگ بود. خب حالا اینجا رو نگاه کنین، گفتین آره داش مسعود پروفایر میزنه نوبه، و این نگاه کنین من نباید اونجا بهش فرصت میدادم، این نیدو انداختم واسه شما عشقا. نکنه این یه نید دیگه هم میندازم که قشنگ حال کنین، بوم. ولی کاش یکم دمیج بود میافتاد. نگاه کنین اینجا الان اسموکر رو میزنم، اسموک باگه، نکنه اولین بار نیفته. بعد اینجا اسموکر رو میزنم دوباره قشنگ، نگاه کنین اصلا من نمیبینه. بیا من قشنگ دارم میبینمش، داشتم رفت لابی. نگاه کنین بهتون میگم این کلاس سمیه. آموزش کاملش رو براتون توی ادامه ویدیو گذاشتم که چیکار کنین و چطوری ازش استفاده کنین. قبل از هر چیز حتما این ویدیو رو لایک کنین، یا هایلایت ریز یه چند تا کیلو بال گذاشتم اینجا ببینین و بریم به گیم پلی بپردازیم. بوم. داشم احمد. خب بریم جلوتر، نگاه کنین الان اینجا گرفتیم پرک لانگ برل، پرک استیبلایزر هیچ وقت نذارین روی شاتگانتون، لانگ برل دمیج رنج، اگه تونستین فست اسکوپ براش بندازین، بهش میگن فست رانر. آره هم که میزنی یه مقداری سریعتر حرکت میکنه. الان توی چیزام نیست که بهتون نشونش بدم متاسفم. بعد اینجا رو نگاه کنین، من اینجا کلاسمو الکی استفاده نمیکنم، ولی میتونستم کلاسمو استفاده کنم، ولی یه کاور خوب دارم، چرا کلاسمو استفاده کنم؟ میرم بیرون زار. اصلا هیچ وقت انتظار همچین حرکتی رو نداشت از من. حالا نگاه کنین اینجا دوباره من میرم اینجا صدا پا میگیرم، تو نقشه هم برام رد پا میفته. دوباره من اینجا ببینین یکی دیگه بزنیم و بریم به ویدیو بپردازیم. دقیقا بهتون بگم واقعا خیلی یه میگرنت میزنی، دیفندر نرف شده بر ندارین. خب بریم که به گیم پلی بپردازیم. خب رفقا در رابطه با کلاس اسموک بهتون بگم، کلاس اسموک یکی از اون کلاساییه که خیلی ازش استفاده میکردن یه زمانی توی پرایوت ها. خیلی بد تنها کلاسی هم هست که اگر بد استفاده کنین ممکنه اسکوادتون رو به فنا بدین، و اگر خوب استفاده کنین جاهایی که میتونین ازش استفاده کنین مواقعیه که یاراتون رو میخواین بلند کنین، مواقعی که مثل همین الان که من اصلا فکر نمیکردم امین اینجا وایسه، پشمام ریخته بود. نگاه کنین قشنگ اینجا شانس آوردم خدایی، یعنی اگه اسموک نداشتم اینجا یام یام هم میکردم. بعد نگاه کنین بعضی مواقع هم باگ میشه، من الان دارم از پشت این دیواره اونا رو میبینم، خیلی چیز جالبیه. نگاه کنین اون یارو هم بالاست، اصلا شبیه وال هک شده، دقت کردین؟ این اصلا معلوم نبود. خیلی نکته مهمی ها، این کلاس رو هنوز کسی ازش استفاده نمی کنه. خیلی وقت دیدم کسی از کلاس اسموک استفاده نمی کنه. اینو گفتم یه ویدیو در رابطه باش بذارم که یه چیزی شبیه به وال هک هم شده، یعنی بعضی وقتا وقتی اسموک می کنی باگ میشن دیوارا و می توانی پشت دیوارا هم ببینی، خیلی چیز خفنی ها. حالا یه زمانی سرعت حرکت انمی ها هم تو اسموک کم می کرد. خب یه نکته دیگه هم که بهتون بگم، بیشتر مواقع خب سعی کنین خودتون رو اسموک کنین نه انیمیاتون رو. خب حالا هم که فعلا کسی اسموک بر نمیداره، چند تا نکته دیگه هم در رابطه با اسموک بهتون میگم که کسی نمیدونه. نگاه کنین اون اسموک هایی که از رو زمین برمیدارین، خب سعی کنین از اونا مثلا 5-6 دقیقه کلاس اسموک برمیدارین. نگاه کنین این راشه اینو تو رو خدا داش میای بعد فرار میکنین مازافازا. نگاه کنین اون کلاس اون اسموکایی که از روی زمین برمیدارین، خب اون اسموکا رو سعی کنین یه چند تا بیشتر بردارین که وقتی میخواین برین تو فایت کلاستون رو ندارین. نگاه کنین 300 تا دمیج زدن، کاش این دومی میخورد میمردن، خیلی حال میداد. وقتی اسموک برمیدارین یه چند تا از اون اسموکا همیشه داشته باشین که اگه اسموکتون شارژ نبود از اونا استفاده کنین، خیلی جوابه. اینو نگاه کنین، یکی از دوستام حدوداً 6-7 ماه پیش این کارو میکرد، یکی از این پلیرهای خیلی خوب که شاید باورتون هم نشه ولی آفریقاییه، خدای خیلی بازش خوب. نگاه کنین آموزش نید انداختن، محاسبه باید بکنین که چند ثانیه باید نگه دارین و چند ثانیه طول میکشه تا اونجا برسه که دقیقاً همونجا منفجر بشه. دیدین 150 تا اچ پی شد، خیلی حرفا. ولی این دومی همینجوری انداختن، میدونستم دیگه اونجا وای نمیسته.
خب الان نگاه کن، یه تریک اینجاست. خب من دیدم خیلی اوپنم، توی فضای خیلی بازیم، خودم رو سریع اسموک کردم، سریع واسه خودم هیلاب کردم، قشنگ نگاه کن اصلا نه عجله ای کردم نه چیزی، قشنگ واسه خودم دارم لوت میکنم، اصلا یه کلاس خیلی خوبیه. نگاه کن این یکی نگو، فکر کنم اینم اچ پی میکنه. نگاه کن، نه نکرد. ولی نید انداختن رفقا خیلی قلق داره. نگاه کن الان خودمو دارم اسموک میکنم، خیلی حرف، این حرکت خیلی خیلی خفنی ها. نگاه کن وقتی کلاست هم پر نیست میتونید این اسموک ها استفاده کنید، خیلی حرکته. الان نگاه کن، الان ببینید اینجا فقط یه فایت، یه درگیری دارم، اصلا گان دراپ تو این بازی به دست ما نرسید. این گانه هم به نظرم گان باحالیه، این اسمش دقیقا یادم نمیاد چی بود، خیلی گان بالو و جالبیه. نگاه کنید فقط اینجا الان شاتگان پلیر میاد جلو من، این چه اسلایدی میزنم. نگاه کنید جام شات جام شات جام شات، معمولا وان تپ میشم. این یکی رو نگاه بابا بذار داش ریلود کنم، ترپ 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 میزنم. بعد نگاه کنید این درخت جونمو نجات داد، نصف تیراش به اون درخت برخورد کرد. بعد الان اینجا میگه امین بمیر بابا، من که امین نبودم. ولی من معمولا وان تپ میشم، حالا جلوترم یه دونه وان تپ میشم، قشنگ ببینین که متوجه بشین منظورم چیه. نمیدونم چرا من خودم چس میزنم، تازه من کویک اسکوپ میزنم بچه ها، نمیدونم چرا شاتگانم نمیندازه. یه اتچمنت خوب اگه دارین برام بفرستین، گرچه که من بهترین اتچمنت و بهترین چیزی که برای مثلا شاتگان میشه رو چیدم، ولی بازم من نمیتونم وانتب کنم، ولی همیشه اونا وانتبم میکنن. شاید دلیل مستقیمی واسه پینگ داشته باشه، چون منم با ایران سل بازی میکنم، شاید دلیلش این باشه. حالا اینجا رو نگاه کنین، یه اشتباه من اینجا میکنم رفقا، این اشتباهیه که همه پلیرهایی که اسموک برمیدارن اکثرا میکنن. خب رفقا نگاه کنین، الان من میام اونو اسموک کنم، این اشتباه محضه، باید خودم رو اسموک میکردم. خب نگاه راشمو داد، حالا من زدمش، ولی اگه خودم رو اسموک میکردم خب میتونست اون، البته اون پشت دیفندر بود ولی خیلی بهتر بود. الان نگاه کنین یه تاکتیک دیگه اینجا بهتون نشون بدم. نگاه کنین پلیر خوب پلیریه که با ذهن بازی میکنه. الان ما اینجا صدا تیر شنیدیم، یک من دقیقا توی اون قسمت هایی که داره صدای تیر میاد دارم کلاستر میندازم، و دو امین رو نگاه کنین، هم خودم هم امین اسموک انداختیم توی مسیر حرکتمون به اونجایی که صدای تیر میاد، خیلی حرفا. نگاه کنین الان کلاستر من هم فکر کنم آره دیدین اچ پی کرد، چون دقیقا انداختمش اونجایی که یه چند تا صدای تیر میومد. الان یه چیز دیگه بهتون میگم، نگاه کنین اینجا الان من میبینم یکی با اچس داره میاد، خب این داره با اچس میاد، اچ پی من نگاه کنین 200 پر، خدایی اصلا امکان نداره. آخه من چرا باید انقدر وان تپ بشم؟ مطمئنم هیپ فایر هم زد، احتمال قوی، خیلی احتمالش بالاست که هیپ فایر زده باشه. من اینجا مایکم رو باز کردم گفتم داش چطوری آخه ممکنه، من چرا باید انقدر وان تپ بشم؟ بچه 200 دمیج داشتم، آرمور طلایی داشتم، اصلا مطمئنم اگه از سه خط دیگه هم اون آرمور رو میداشتم بازم وانتب میشدم. به اینجا امین داره همه رو میماله. خب اسموکر رو میندازم، راششون رو میدم، راش کجایی؟ یکی دیگه داشت پشت منو میزد. خب سویچ ده گان دیگه جواب نیست، اون یکی، این دوتا. خب دیگه لابی خوش بگذاری بچه ها. میگم این چیتری. همین خیلی بد زدشون بچه ها. حالا بریم جلوتر، دقیقا متوجه شدیم اسموکر رو چه مواقعی به کار میبرن، ولی حواستون باشه خیلی مواقع ممکنه باعث بشین یاراتون به کشتن برن. خیلی دقت کنین که چه مواقعی دارین استفاده میکنین، سعی کنین اگه با کلاس اسموک زیاد بازی نکردین، سعی کنین زمانی اسموک بندازین که یاراتون ناک شدن و میخواین بلندشون کنین، زمانی اسموک بندازین که اسکواد راش میده رو سر خودتون و میدین چی میگم، خیلی خیلی سخته که بدونین چه زمانی باید بندازین. بعد ممکنه یاراتون بهتون بگن ما رو به کشتن دادی. خیلی نکته مهمیه، حتما روش دقت کنین. حالا من هم شبیه دبیرای شیمی دارم براتون کال آف دیوتی موبایل توضیح میدم. فاز برداشتم، فاز معلمی برداشتم. نگاه کنین اینم زدیم، اسکوپ با کجا با کیو کیو ناین زدیمش. خب اینو نگاه کنین، من دیگه شاتگان میبینم خدایی میترسم بچه ها، خدایی میترسم ها، ولی خدا رو شکر امین کنارمونو میزنه تشون.
خدایا آخه هر کی اومد منو وان تپ کرد، به خدا چند روز فقط وان تپ میشم، اصلا امکان نداره. موومنت هم دیدین، موومنت اوکی دارم الان اگه دقت کنین. خب من یه کله اونجا یک ثانیه دیدم، بعد دیگه گرفتم روش صد و خورده ایتی داشته باش داشتم زدم بهش مرد. ولی اگه کسی اینو ندیده باشه میگه خدایا اگه چند ثانیه بزنین عقب، یه ثانیه میبینین یه کله از اونجا رد میشه تو پنجره، بعد دیگه من خط اونجا رو گرفتم تیر زدم و زدیم تریکون نمیشون. خب رفقا به پایان این ویدیو هم رسیدیم، امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین. اگه ما رو لایق دونستین، اگه چنل ما رو ساب ندارین حتما ساب کنین. این ویدیو رو هم برای حمایت از ما حتما لایک کنین، خیلی دوستتون دارم. کوچیکیم کوچیک کوچیکینا، ارادتمندم اتون مسعود پانیشه. تا ویدیو دیگه، بدرود.